بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه رفقای عزیز خب تا اینجا با جریان الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی که عامل جریان الکتریکی آشنا شدیم و گفتیم که اون اختلاف پتانسیل الکتریکی اون عاملیه که باعث ایجاد جریان الکتریکی میشه اوکی قبل از اینکه اصل کانسپت رو شروع کنم خیلی ها تو این بخش تو این هیته از آموزش که میرسیم میگن آقا جان یه منبع خوب معرفی کن اوکی من چون اصل نگاه هم اینه. ابتدا ما با منابع اولی و با پابلیک شروع کنیم بعد بریم سراغ منابع خیلی استراحا سنگین و حتی هزینه بردار سی که تو این لول فرض میگیریم طرف سطح صفر صفر صفر, صفر. تو این لول دنبال اینی که همگام با دوره پیش بیاد پیشنهاد من اینه پیشنهاد من اینه فیزیک رشته فیزیک دو رشته ریاضی میشه پای 11 هم اوکی چرا اینو معرفی میکنم چون خودم اینو خوندم. الان نمیگم برو فیزیک هالی رو بخو فیزیک هالیدی دیره برات فعلا خوب نیست این خوبه فیزیک دو رشته ریاضی که اصلا راجب کانسپت الکتریسه صحبت می‌کنم بیارم رو این بیارم؟ اصلا این از اول فیزیک دو با الکتریسیته ساکن شروع بال الکتری پایستگی رو میگه حالا چند تا قانون ها رو میگه فراتر از این کانسپتی که مطالعه میدان خازن بعد میاد جریان الکتریکی رو میگه مقاومت رو میگه قانون اوم میگه عوامل موثر رو برش میگه بعد مغناطیس رو میگه حالا ما زیاد فعلا م... علقای القای مغناطیسی رو میگه جریان متناوب رو میگه آم. یعنی فیزیک دو رشته ریاضی یک منبع مناسبی از نظر باشه خیلی بخندن میگه این هم منبع خوب است اوکی منبع خوب هست این منبع رایگان دم دستی چون برای کسی نوشته شده که کلاس 11 همه حتی این کلاس 11 همه الان میشه شیلی دقیقا نمیدونم چطور برش میفته الان خب این این منبع و رایگان هم هست تو سایت خود اون جایی که کتاب ها رو فروشن کجاست کتاب این پی دی رو رایگان به شما میدم و شما میتونید یا اینکه به یک کتاب رو من فیزیک دو رشته ریاضی فیزیک میخوام <تصفح> به راحتی قابل تهیه است خوبه اوکی چون قرار به جوون آموزش الکتریسیته بده نه کسی که چه میدونم تجربه بگیرم برای که سطح صفر بازم میگم سطح صفر خوبه اوکی بگی می قصه خودم ما الان با جریان الکتریکی آشنا شدیم گفتیم اختلاف حالا حالا اون چیزی که اون چیزی که عامل ما گفتیم که عامل جریان الکتریک الکتریکی چیه اختلاف پتانسیل اختلاف پتانسیل یا همون اختلاف بار اوکی یه طرف بار منفی زیاده تا بار مثبت یه طرف بار منفی کمه دقت کنید یه طرف بار منفی زیاده یه طرف بار منفی کمه نه اینکه بار مثبت زیاده تنها بار منفی اصلا پروتون تعطیل تو این قصه تنها چیزی که مهمه الکترونه الکترون یه جا زیاده به سمت جایی که کمه میره خب عامل اخت... چه چیزی اختلاف پتانسیل الکتریکو برای ما میسازد گفتیم ما چه میدونم فشار هست فلان هست اما اونها خب یه مداری اذیت تهیش تولیدش و اینه برای ما هزینه برداره میدونم تو را چی؟ راحت این راه ایجاد این پسته چی منبع تغذیه اوکی از اینجا شروع میشه که ما میریم سراغ منبع تغذیه یا همون منبع اختلاف پتانسیل یا منبع ولتاژ امکان اسمای زیادی اه. یا اصلا پاور سوپلای بیا منبع تغذیه اوکی پس اون داریم آم... هی... کانسپت و از سطح صفر یه مده پس اون منبع اختلاف پتانسیل چیه؟ همون منبع تغذیه است یا منبع ولتاژ از این به بعد ما دیگه نمیگیم اختلاف پتانسیل الکتریکی یا منبع اختلاف پتانسیل الکتریک میگیم منبع ولتاژ منبع تغذیه یا پاور سوپلای اوکی این باعث میشه که اختلاف پتانسیل ایجاد بشه و جریان الکتریکی انجام میشه اوکی خب ما تو یک جر... چی داریم خب یه جریان الکتریکی داریم یه بستر جریان داریم حالا این بستر امکان داره از طریق سیم باشه یا از طریق هوا چون این اواخر از طریق هوا هم میتونن برق و اصطلاحا انتقال بدن پس یه جریان الکتریکی اصل قصه یه بسترش به علاوه یه عامل جریان الکتریکی که الان ما گفتیم من بتاعت. خب این جریان رو واسه چی ایجاد کردیم عامله اومد جریان الکتریکی در بستر جریان الکتریک سیمی هوا ایجاد کرد که یه مصرف کننده ای انرژی رو مصرف کنه مثل چی مثل لامپ مثل, مثل چی مثل چه میدونم موتور ال... موتور مثل هر چیزی که توی ذهن شماست ها. به جمع اینا جمع عامله با خود جریانه با بستر جریانه با مصرف کننده بهش میگن مدار الکتریکی اوکی خب پس من یه بار دیگه دقیق ترش کنم من بکمو من یه منبع تغذیه دارم که میگم منبع سیم دارم اینجا مثلا یه لامپ دارم اوکی داره نور میده این ور قطب مثبتشه این ور قطب منفیشه جریان الکتریکی اینجوری داره میره داره از منفی به سمت این ور میره اوکی این از این. این به این میگن مدار الکتریکی یعنی چی مدار الکتریکی اجزاش شیان، اجزاش شی یه منبع تغذیه است یه مصرف کننده است یه بستر انتقاله جریان چی جریان که باید باشه از اسمش مدار الکتریکی پس این سامل اجزای تشکیل دهنده مدار الکتریکی هستن یه منبع تغذیه پاور سوپلای دارم یه مصرف اکولاتور دارم یه دونه بستر یا وایر یا هر سیم الکتریکی یا هوا یا هر چیز دارم اجزای مدار الکتریکی رو برای من ایجاد میکنم خب من برای اینکه کنترل این مدار رو توی دست خودم بگیرم یه بار که پاکش کنم حتی اینجوری که بعدا برای اینکه کنترل مدار رو دست خودم بگیرم میام یه کلیدی بهش اضافه میکنم کنترل زد چی شد من حواسه نبود میام یه کلیدی بین اضافه میکنم کلید رو چجوری بکشم اینجوری کلید که هر موقع خواستم جریان برقرار بشه هر موقع خواستم جریان برقرار نباشه موقعی که کلید بسته است یعنی جریان برقرار است اوکی این حالت یک باز حالت دو بسته در حالت دو که کلید اوکیه و جریان برقراره اصطلاحا میگن مدار بسته است مدار الکتریکی بسته حالت یک که جریان برقرار نیست میگن مدار بازه یا مدار الکتریکی باز جریان در حال انتقال نیست پس به مداری که جریان الکتریکی توش میتونه جاری بشه میگن مدار الکتریکی بسته یا مدار کاملا بهش میگن مدار کامل به مداری که به هر دلیلی کلید اجازه نمیده به هر طریق جریان الکتریکی توش جاری نیست میگن مدار الکتریکی باز جهت جریان که گفتیم از قطب منفی به طرف قطب مثبت این از این حالا نکته این منبع تغذیه که گفتیم حبت مثبت منفی گفتیم چندتا تنظیرم راجبش بدیم الان منبع میخوام دونه دونه اجزا رو با هم بحث کنیم منبع تغذیه اوکی خب به اصطلاح منبع ولتاژ پاور سوپلای منبع ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکیه امکان داره باتری باشه امکان داره جنراتور باشه امکان داره هر چیزی باشه منبع تغذیه ماست اوکی خب یه کانسپتی راجع به این داریم یه کانسپت بسیار خطرناک به اسم اتصال کوتاه ما تا الان میگفتیم چی میگفتیم آدان این میاد اینجا یه لامپی وصل میشه میاد این بر. این باز میشه لامپ روشن میشه این مدار بود حالا حالا اگه مصرف کننده ای نباشد قطع کن مصرف کننده نی مصرف کننده کنیم از مدار و اصطلاحا دو سر قط مثبت منفی منبع تغذیه رو به هم بس کنیم میشه اتصال کوتاه باعث چی میشه بستگی داره اگر منبع تغذیه با ولتاژ پایین باشه یا با ولتاژ بالا باشه یعنی یا اختلاف تانسیل بالا یا اختلاف پایین مثل این باسوی قلمی اینا این چی خراب میشه این چی انفجار میشه میخوام چند تا از طبعات اتصال کوتاه رو بهتون نشون بدم اه... چند تا فیلم براتون گرفتم اولین بگیریم ببینیم ببین این حالا یک اپراتوره داره میره اون حالا هرچی جنراتوره به هرچی وسته فرق رو چک کنه حالا یک کانسپت دیگه هم داریم اسم فیوز حالا میگمش چیه این داره این فیوز شاسی داره میزنه مهم نیست بریم جلوتر آخری مهمه اینجا ببین این یهو میخواد اتصال کوتاه برقرار بشه یا جریان زیاد اتصال کوتاه یکی از دلایل یکی از دلایل انفجار اتصال کوتاه من چند اتصال کوتاه دیگه هم میاد ببین این از این براغ بین شهری است یه سیم زدن بین دوتا چیز اتصال کوتا <applause> کوتاه زده ببین این عواقب اتصال کوتاه حالا یه سیمی افتاد این خیلی خطرناکه واسه انفجار میشه این درخته الان میاد سیما رو به هم میزنه باعث میشه اتصال کوتاه بشه این این درخته که داره این بود فکر کنم سیما رو به هم میزنه اتصال کوتاه میزنه انفجار اتصال کوتاه خیلی این ده تا اتصال کوتاه مهم توی دنیاست هیچی دیگه این <تصفح> <تصفح> نمیدونم چی شد ولی اونجا یه کوتاه انجام شد این اون سیما دارن باد به هم میدنتشون به هم وصل میشن اتصال کوتاه میدنه همه دارن فرار میکنن اینجا چی میخوره نمیدونم چی خورد ولی هرچی شد اتصال کوتاه باز این اتفاق گفته بلکه مثل این که دیدیم اینو ببینید درخته باز میشه اتصال کتاب هم بزنن یه سیمی توش بود هرچی باز انفجار میشه اوکی این از اثرات حالا آیا راهی داره ما این خطر رو جلوشو بگیریم آیا این راهی دار بله یکی از راه هایی که جلوگیرت اتصال کوتاه نمیکنه اگه اتصال کوتاه بزنیم میاد این خطرات سنگینشون مثل چی مثل ترکوندن مثل انفجار اینا جلوش میگیره استفاده از فیوز فیوز این چیه پس اتصال کوتاه واسه چی میشه واسه خرابی میشه انفجار یا خرابی وسیله ای که جلوی این انفجار یا خرابی رو میگیره فیوزه فیوز کاربورت های زیادی داره ها یکیش اینه یکی از کاربورت های فیوز اینه یکی از کاربورت دیگه فیوز کنترل ولتاژه اختلاف پتانسیل یا ولتاژی که داره میاد یا جریانی که داره میاد متناسب با وسایل من هست مثلا یه یخچال دارم اوکی یه محافظ واسه یخچال میذارید یه فیوز هم داره که اگه برق هرچی بالا پان شد یا اصلا چه میدونم ورودی برق هر واحد های آپارتمانی رو مثلا میگن محافظ جان میذارن اونا یکی یکی از کار میتونه فیوز باشه اوکی حالا پس فیوز کارش چیه کارش اینه که میاد حفاظت میکنه مدار رو در مقابل جریان های شدید خطرناک و همچنین اتصال کوتاه این اتصال چجوری؟ علامت بهتون میگم من یه شکل دانلود کردم این شکل رو ببینید ببین زوم کنم حالت عادی منبع تغذیه دارم حالا با این علامت ها میرسیم این چه منبع تغذیه کار ندارم یه جریانی هست اینجا مثلا یه یه مصرف کننده فرق کنید یه لامپی حالا بعدا میگیم این این لامپ نیست این نشانه مثلا یه چیزی حالا میریم مقامت اوکی جریان برقرار میشه کلید زده شده اینا فیوز هست موقع اتصال کوتاه زده میشه یعنی مصرف کننده دیگه هست رو دیگه اینجا اتصال زده شد اصل داره میره اینجا فیوز میسوزه اتصال رو از بین میبره کار فیوزینه اوکی یه فیلم هم گرفتم فیلم رو ببینید این یه نوع فیوزا فیوزا مدل های مختلفی داره که چون ما فعلا انواع اصطلاحا منبع تغذیه ها رو نگفتیم چون این منبع تغذیه ها مستقیم داریم جریان دی سی و ای سی داریم هنوز نگفتمشون ما به تناسب اونها فیوز های مختلفی داریم مثلا فیوز داریم فیوز چه شاسی فیوز کارتیجی فیوز برگشتی چه میدونم فیوز سویچ خیلی فیوز زیاد داریم اوکی فعلا این یه نوع از فیوز هست. اینجا من تغذیه است این یه حالا پنکه است یه پروانه است داره تکون میخوره گریان میره تکون میخوره اوکی خب ببینیم چه اتفاق میفته جریان در حالت عادی خودکار نداریم این کنترل جریان موقع جریان از یه حدی میره بالاتر حالا حد بالاتر چیه اتصال کودا یا هر چیز دیگه باشه قطع میشه جریان قطع میشه و دیگه هیچ فللی وارد نمیکنه بعد با تعویز فیوز میتونیم این کار رو انجام بدیم اوکی پس این کاربرد فیوزه اوکی پس چون فعلا جای گفتن فیوز نبوده اما چون من به تغذیه رو گفتیم بعد خطر من به تغذیه یعنی خطرناک خطر من به تغذیه عنوانش اتصال کوتاه رو گفتیم گفتیم فیوز هم که بدین فیوز کارش اینه بعدا میرسیم کانسپت فیوز رو بیشتر باز میکنیم اوکی من به تغذیه رو با ما صحبت کردی حالا این من به تغذیه ها اوکی چند جورن دو جورن یا مستقیم هستند که اصطلاحا بهشون میگیم دی سی یا متناوب هستند که بهشون میگیم ای سی که به تناسبش میگیم برق دی سی برق سی فرق نداره پس مداری که منبع ولتاژ داره منبع ولتاژش یا مستقیم یا متناوب اصطلاحا منبع ولتاژش یا دی سی یا ای سی اوکی خب حالا منبع ولتاژ دی سی چیه؟ عوض کنم رنگو منبع ولتاژ دی سی منبع ولتاژی که مقدار جهت جریان و ولتاژ مقدار ولتاژ مقدار جریان و جهت جریان جر چی نوشتم خواستم فینگلیش بینیسم نشد مقدار و جهت جریان و ولتاش نسبت به زمان ثابت است ها پس منبع تغذیه‌ای که باعث ایجاد جریان الکتریکی میشه یا دی سیه یا ای سیه. اگه دی سیه یعنی چی یعنی مقدار و جهت جریان و ولتاژ نسبت به زمان یه عدد ثابته تغییر نمیکنه اوکی استرا همچین نموداری داره این... این تی بگیریم این, ول... این... وی بگیریم ثابت است هر هرچی است 220 ساده 10 20 40 هرچی است این ثابت نسبت به زمان این از این پس منبع تغذیه دی سی یا منبع تغذیه مستقیم منبع تغذیه که جریان و ولتاژش هم خودش هم جهتش نسبت به زمان ثابته این از این کجاست ها؟ دینام و و سی چیه؟ اونی که دی سی نیست ای سی چیه؟ منبع تغذیه ایسی منبع تغذیه که خیلی بازه دیگه مقدار و جهت جریان و ولتاژ نسبت به زمان متغیر است نمودار اینو بکشم این تی بود به وی ثابت بود این نه ثابت نیست این ویه این تیه هر جوری حسابش کنی این جوریه اوکی یعنی ولتاژ کم و زیاد میشه هیچی منفی و مثبت هم میشه این صفر بالا مثبت پایین منفی زمانم که داره میره اوکی جنراتور ها AC برق AC تولید میکنن برای ما یعنی چی؟ یعنی حتی امکان داره مثلا فرض کن من فرض کن این م... یه منبع تغذیه AC امکان داره یک ساعت بعد خود به مثبت و منفی این عوض شد بیاد این و این بیادیم و بله من منبع تغذیه ای سی همچه اتفاقاتی میفته بریم چند تا منبع دی سی و ای ببینیم پاک کنم این رو اینکه که عکسیه که من نشون دادم اینم بیارم اینجا علامت منبع تغذیه دی سی اینجوریه علامت منبع تغذیه ای سی اینجوریه اوکی یه جور دیگه این متناوبه ای این دی سیه خب این علامتاشون این که کار باشون ندارم علامتاش اینم که چی ویدیو دیدم هم A that ثابته این یه ولتمتر دیگه مثلا تغییر نمیکنه این مصرف کننده من به تغذیه ولتاژ کاملا ثابت اما نه متناوب چی الان اینجا برعکس شد جهت رو میبینی؟ پایین ما نداری این جهت جریان بالا پایین میشه جهت جریان جهت جریان الکتریکی ای سی رو با استفاده از یک سوساس ها میان تبدیل به دی سی میکنن میرسیم سراغش این کانسپ خیلی جلوتر میرسیم سراغش اوکی اینم از اینی که میخواستیم الان بهتون بگیم شاد و پیروز و خودسته باشیم